میخائیل گورباچف آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی در سن 91 سالگی درگذشت. او با سیاستهایش نه فقط مناسبات داخلی شوروی که تحولات بخشی قابل توجه از کشورهای جهان دو قطبی شده را تعیین میکرد. سلام، من بیتا آذری هستم با برنامه دیدگاه. گورباچف که برآمده از سیستمی کمونیستی بود، سودای گذار به سوسیال دموکراسی را در سر می‌پروراند. ایده‌ای که هرچند به پایان جنگ سرد با غرب انجامید، اما شوروی را دچار فروپاشی کرد. در دیدگاه همراه با رضا طالبی، روزنامه‌نگار از ترکیه، فرازهای مهم زندگی سیاسی گورباچف را بررسی می‌کنیم. آقای طالبی، گورباچف در یکی از پیچیده ترین ادوار تاریخ جهان، یعنی جنگ سرد، رهبر اتحاد جماهیر شوروی و به عبارتی بلوک شرق بود. بعد از روی کار اومدن او، مناسبات سیاسی در شوروی و به تبعش در بلوک شرق چه تحولاتی به خودش دید؟ ببینید، گورباچف وقتی که روی کار اومد در شرایطی شوروی قرار داشت که بعد از دوران برژنف یک دوران کوتاهی رو آندروپوف و چلکوف سمت داشتن و داشتن که شوروی رو هدایت میکردن، یک اقتصاد بسیار داغون و بد رو تحویل آقای گورباچف دادن. شرایط جهان هم شرایطی بود که روسیه در تنگنا قرار گرفته بود و آقای گورباچف مجبور بود که دست به اصلاحاتی رو بزن، اصلاحاتی که مثل پروسترویکا، گلاسنوست و سوکورنیه، اصلاحاتی رو که گورباچف شروع کرد انجام بده برای حیات و ممات شوروی بسیار مهم بود. در این شرایط که به نوعی جنگ سرد ادامه داشت و بعد از اصلاحاتی که خروشچف، همون کسی که به او اصطلاح خائن رو دادن در روسیه، و سعی کرد که به نوعی تغییرات عمده‌ای رو در سیستم اقتصادی و سیاسی و حتی بعضاً جزئی هم در آزادی‌های مدنی بده، گورباچف تلاش کرد که با ادامه این روند شرایطی رو به وجود بیاره که در بلوک شرق بتونه که این روند اصلاحاتی و این اقماری که اطراف مسکو جمع شده بودن به حیات خودشون ادامه دادن. میگنی که در این مناسباتی که به وجود اومده بود بعد از جنگ سرد، نتوانست اون اصلاحات گورباچف چه در شرایط تبادل نظامی بین دکترین ترومن و دکترین برژنوف بتونه روسیه اکنون که شوروی دوامدار شوروی قبلی است و این روند رو بتونه ادامه بده، منجر به فروپاشی شد. نکته‌ای که درباره شخصیت گورباچف وجود داره اینه که از دو دریچه با دو رویکرد متضاد دربارش نظر میدن. از منظر سیاست داخلی او رو عامل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی میدونن، اما در بلوک غرب اون رو عامل صلح جهانی و پایان دهنده جنگ سرد میشمرن. این تضاد رویکرد در چه عواملی ریشه داره آقای طالبی؟ ببینید، خود گورباچف پسر دهقانزاده‌ای بود که خانواده‌اش شب خانواده معمولی بود و حتی پدرش به علت مخالفت با استالینگرایی که انجام شده بود، گرایش به تروتسکی، بازداشت شده بود. یک اوکراینی تبار که عاقبت هم در کریمه وقتی که کودتای صورت میگیره، هم زندگی و برپا شدن این گورباچف با فروپاشیدن آن گورباچف به نوعی با اوکراین یکسان سازی میشه. ببینید، گورباچف رو اصولا بعضا همین خروشچف گرد کردن با خروشچف مقایسه میکنن. کسانی که در داخل شوروی وجود دارن احساس میکنن که گورباچف سبب شده که این کشور به یک قهقرا بره و فروپاشی انجام بده و گورباچف مانع این شده بود که یک روسیه قدرتمند که در اون زمان حتی یک ایالتی هم نبود و بیشتر روسها در سیستم ساختار شوروی عهده‌دار مسئولیت بودن، ولی که از لحاظ اقتصادی روسیه که در اونجا وجود داشت به علت ایالت نبودن نمیتونست بهره برداری بکنه از این مسئله، گورباچف به این مسئله دامن زد. اصلاحات کلی که گورباچف در شوروی ایجاد کرد شاید به نفع روس‌ها نبود از دیدگاه اونها، ولی مسائلی که در مقابل بعد از مسئله چرنوبیل یا پیمان من استفاده از موشک‌های هسته‌ای، دیوار برلین، لیتوانی و همه اینها یک ذهنیت مثبتی رو از گورباچف شوروی در جهان ایجاد کرد. به نظر شما سیاستی که گورباچف در شوروی پیاده کرد تحمیلی بود آقای طالبی، یا شوروی خسته از جنگ سرد و ناکامی‌های کمونیسم خودش به این گذار از کمونیسم به سوسیال دموکراسی تمایل داشت؟ ببینید، زمانی که گورباچف قدرت رو به عهده گرفت، امید به زندگی در شوروی به 62 سال رسیده بود.
20 میلیون انسان دائم الخمر بودن و پناه آورده بودن به ودکا. شوروی بعد از اینکه از افغانستان اومد بیرون سعی کرد که با اقتصاد نیمه بند خودش بتونه که خودش رو سرپا نگه داره، ولی نمیتونه سرپا نگه داره و بودجه بسیاری از اعمار خودش هم مجبور بود تامین بکنه. اصلاحاتی هم که گورباچوف در اون شرایط اومد انجام بده هزینه های بسیاری هم به وجود آورد. مثلا 10 میلیارد روبل ضرر اصلاحات الکلی گورباچوف بود و فکر میکرد که اگر جلوی الکل و فروشش رو بگیره، در حالی که به اون رفیق آب پرتغال یا دبیر آب معدنی میگفتن، بتواند مقابله بکنه با فروپاشی شوروی. و این گذاری که از کمونیسم به سوسیال دموکراسی که در زمان آقای گورباچوف یک اصل مهم بود، همانند مسئله‌ای که در دوران خروشچوف سعی می‌شد که مارکسیسم ارتودکس خروشچوفی به نوعی با ماویسمی که در چین وجود داره بر سر تقسیم منابع و رویکرد با کاپیتالیسم و این همزیستی که ایجاد شده بود در اون زمان به توافق برسن، موفقیتی رو نداشت، چون یک سیستم واقعا فروپاشیده‌ای رو آقای گورباچوف تحویل گرفته بود، سیستمی که 2 سال و یا حتی 13 ماه در دوران چرنی و واندروپوف که واقعا فروپاشیده شده بود نمیتونست که با یک اشاره آقای گورباچوف ترمیم پیدا کنه. در دوره گورباچوف پیمان‌های مهمی مثل منع استفاده از سلاح اتمی با آمریکا امضا شد آقای طالبی. پیمان‌هایی از این دست چه تغییراتی در اداره جهان ایجاد کرد؟ ببینید، پیمان من استفاده از موشک‌های هسته‌ای میان بود و حتی بلند مدت که آقای ترامپ از اون خروج کرد و به نوعی تشویق میکرد که آقای گورباچوف رو که به غرب نزدیک بشه و حتی در دوران خروشچوف و حتی مسئله کوبا که در دوران آقای کندی بود و همه اینها به نوعی به تقابل شوروی و امریکا نینجامید. هرچند که این رقابت در عرصه سیاسی و اقتصادی بین اینها به وجود داشت، ولی رفته رفته با ضعیف شدن اقتصاد شوروی این رقابت رو میتوانستیم یک رقابت یک طرفه با امریکا بدانیم و با غرب بدانیم. امریکا هم بر این مسئله واقف بود و حتی شوروی هم بر این مسئله واقف بود که این رقابت به جایی نخواهد رسید و مجبور هستن با امریکا در اروپا و سایر نقاط تعامل ایجاد بکنن. ولی که همون دیدگاه و همون دیدگاه کاهش این سلاح‌های اتمی، همون دیدگاه کاهش تهاجمگری، همون دیدگاه در مسئله حفظ استراتژیک منابع ارضی، مادی و اقتصادی بین طرفین بعد از آقای ترامپ به نظر من یک روند نزولی گرفت و شاید اگر جنگ سرد یک روند متمادنی بدانیم که از دوران آقای گورباچوف شروع شده بود، در دوران آقای ترامپ به اوج خودش رسید. آقای طالبی، گورباچوف که میگن سیاستاش عامل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بود، در اواخر عمر از سیاستهای پوتین در مقابل اوکراین به نحوی حمایت میکرد. شما فکر میکنید این آیا به معنی برگشت گورباچوف از مواضع دهه 90 بود یا به اوکراین جور دیگری نگاه میکرد؟ ببینید، در سوال قبلی هم گفتم به نوعی اقبال گورباچوف با اوکراین در هم تنید. گورباچوف در اوکراین دچار کودتا شد از لحاظ زمانی، در یک خانواده اوکراینی به دنیا آمد و وقتی مسئله اوکراین به وجود اومد حتی تلاش کرد در ابتدا که با آقای پوتین تماس بگیره، ولی پوتین حتی جواب تلفن‌هاش رو نداشت. مواضع اولیه اون مخالف این روند، مواضع اولیه اون مخالف این بود که ارتش روسیه به اشغالگری در اوکراین ادامه بده. ولی کن اون سرخوردگی که گورباچوف پس از اینکه از رهبری کنار گذاشته شد و پس از اینکه جز در یک محافل سنتی و حتی بوتیک به گورباچوف توجهی نمی‌شد، سعی می‌کرد که با نوعی به رویکرد و انتقاد از گذشته خودش بازگشتن به اون آرمان‌هایی که قبلا شاید اونها رو نادیده می‌گرفت، به نوعی در حوزه اوکراین تلاش بکنه که از یک روسیه به اصطلاح آنچه که می‌اندیشید قوی حمایت بکنه. این روند بیشتر من احساس می‌کنم در شرایط روحی که گورباچوف در این سن 90 سال بینا قرار داشت، به نظر من با این شرایط در هم تنیده شده بود و میشه با این شرایط روحی و انسانی این فرد این رو توجیه کرد. و آیا بازگشت به گذشته است؟ به نظر من بازگشت به گذشته او یک حسرتی است که گورباچوف نسبت به روندی که در شوروی نسبت به او و نسبت به آمالهایی که قرار بود انجام بده مواجه شده. گورباچوف در سالهای آخر حیاتش به شروع دوباره جنگ سرد هشدار میداد. حتی معتقد بود این جنگ
دوباره شروع شده. پیرو صحبت قبلیتون این حرف فکر میکنید آیا برخواسته از تجربه تاریخی او بود یا در فهم سیاست‌های جهان جدید دچار یک جور عقب ماندگی شده بود؟ ببینید من احساس میکنم طبق سوال قبلی که شما هم پرسید من هم پاسخ دادم برخواسته از یک تجربه تاریخی بود. آقای بیل گیتس در سخنرانی 2007 که در مونیخ بود با آقای پوتین هم در اونجا سخنرانی کرد گفته بود که ما به یک جنگ سرد جدید نیاز داریم. حال اینکه خود گورباچوف اعتقاد داشت به اینکه یک جنگ سرد جدید شروع نمی شود بلکه این جنگ سردی که اکنون وجود داره ضعیف شده جنگ سرد قبلی است، یعنی جنگ سردی که بین امریکا بلوک غرب و بلوک شرق وجود داره هیچ وقت از میان نرفت. گورباچوف وقتی که از این تجربه تاریخی خودش سخن میگه و در آخر حیاتش که دوباره احساس ترس بازگشت به اون جنگ سرد رو اشاره میده به این روند رقابت تسلیحاتی در دنیا اشاره میکنه، به جنگی که در اوکراین وجود اومده اشاره میکنه، به قحطی ها و کشته ها و انسان هایی که زیر خط فقر وجود داره و البته صد درصد به روند قهقرایی که در روسیه به وجود اومده و روسیه داره به یک سرداب بسیار تاریک در تاریخ میپیونده که شاید آخر این جنگ سرد نابودی یک روسیه باشه و شاید دوباره فروپاشی یک روسیه جدید باشه. گورباچوف احساس میکرد بین این دوگانگی که قرار داره اگر که مانع فروپاشی شوروی نتوانست بشود به مثبت یا منفی شاید بتواند در این سنی که از او گذشته و کارهای بسیاری رو انجام داده بود گورباچوف در مقابله با غرب و حتی تفاهم با غرب و حتی مسائلی که منجر به صلح جهانی شده بود الا اشکالهای زیادی هم در زندگی گورباچوف وجود داشت بتواند این مانع رو ایجاد بکنه که روسیه پوتین که میراثدار شوروی است به قهقرا نرود و سبب نشود که در دنیا این جنگ سرد رفته رفته سردی خودش رو از دست بده به یک جنگ گرم یک طرفه تبدیل بشه. سپاسگزارم از شما رضا طالبی، روزنامه نگار از استانبول ترکیه. از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما سپاسگزارم.